از ماجراهای روباه و خروس شروع میشه. نگاه کنی. عجب تروبایی شدن. امسال محصول از همیشه بهتر شده. باید تا دیر نشده محصول رو سالم جمع کنم، وگرنه بارونای فصلی اون رو از بین میبره. ایش رو بیرون نمیاد. عجب تروب سمجی بود، چرا انقدر بیرون کشیدنش سخت بود؟ خسته نباشی بابو جان. سلامت باشی اسبی خان. اسبی خان ببین مزرعه چه محصول تروب خوب و سرحالی داده. آره چه تروب تر و تازهیه، فکر کنم باید خیلی هم خوشمزه باشه. نه بله دهنم آب افتاد. خب اسبی خان میتونی یکی از رانن اصلا هر چند تا که بخوای از زمین بیرون بیاری و بخوری، امسال خیلی تروب داده. عجب تروب خوشمزهیه، تو نمیخوری؟ ای اسبی خان چه راحت اون تروب رو بیرون کشیدی. آخه خیلی راحته. پس شاید اون تروبی که من از اول بخواستم بیرون بکشم گیر کرده بوده. اینم که گیر کرده. عجب تروبای گیر کرده ای هستن آه، ولی خیلی خوشمزه است وگره. از خوشمزم اون ورتره، عالیه. من تو عمرم تو رو به این خوشمزه ای نخوردم. خب حالا که اینقدر خوشمزه است میتونی تو در آوردن اونا به هم کمک کنی. خیلی دوست داشتم، اما الان یادم افتاد که باید تو جمع‌آوری سنگای مزرعه به هیپوهاب کمک کنم. تازه سقف خونه‌شون هم احتیاج به تعمیرات داره. ای کاش برام مثل شما اسبی خواد زور داشتم، میتونستم این کارا رو خودم انجام بدم، اونم بدون نیاز به دیگران. خب جانم اگه یکم صبر داشته باشی اون کارام که تموم شد میام و تو درآوردن تروبای خوشمزه بهت کمک میکنم. خب دیگه باید برم که داره دیر میشه. خب حالا من تا کی باید صبر کنم؟ ای بابا ای کاش نفر بود که الان دوست مفید من بود و بهم کمک میگه. ببینم با من کار داشتی. تو یکی هستی؟ سلام، من مفید خان هستم. مفید خان دیگه کیه؟ تو چطوری اومدی تو مزرعه؟ مگه در باز بوده؟ بله در باز بود، منم گفتم بیام تو، شاید کسی کمکی بخواد، کاری داشته باشه تا براش انجام بدم. از آشنایی با شما خوشبختم. منم از آشنایی با شما خوشبختم. راستی ببخشید یادم رفت خودم رو معرفی کنم، من بابو هستم. منو ببخشید، نمیخواستم بترسونمتون، فقط فکر کردم که دارید اسم منو صدا میکنید، میگفتید مفید. من فقط داشتم با خودم حرف میزدم، آخه یکم کارام رو هم جمع شده در هم بر همه. راست میگی، خب این که کاری نداره، منم هستم اینجا بهت کمک میکنم. چه کاری داری که انجام بدم؟ زود باش. آره کار که خیلی زیاده، فقط ببینم من چیز خاصی ندارم که در ازای کار کردن بهت بدم و قبول میکنی؟ من که دستمزد نخواستم، من اصلا کارم همینه که مسافرت کنم و به جاهای مختلف برم و با کمک به دیگران تجربه اندوزی کنم. راست میگی، با این هیکل دروش حتما کارهای زیادی هم ازت برمیاد. ببینم درباره کشاورزی هم چیزی میدونی؟ معلومه که میدونم، من چند سال تو مزارع مختلف کار کردم، از شخم زدن بگیر تا کاشت و برداشت محصول. بذار ببینم. خب پس درست فکر کردم، بیا که بهتری جا اومدی مفید جان. خسته نباشی بابو جان، چطور تونستی این همه تو رو با یه روزه از زمین بیرون بکشی؟ سلام اسبی خان، تازه ای که چیزی نیست، زمینم برای کاشت بعدی آماده کردم. دست مریضا جانم، این همه کار خود تنهایی انجام دادی؟ تنها که نه، با کمک دوستم. البته ببخشید انگار یادم رفت بهتون معرفیش کنم، ایشون مفید خان هستن. سلام اسبی خان، من مفید هستم. علیک سلام جانم، پس مفید خان شما هستین. من قبلا شما رو این اطراف ندیده بودم، به هر حال خوش اومدی. چاکر شما هم هستیم، حق دارید منو ندیده باشید. آخه من دائم در حال سفر هستم، از جایی به جای دیگه میرم، حالا هم که در خدمت شما. اسبی خان من از مفید دعوت کردم تا یه مدتی رو پیش ما بمونه، اونم قبول کرد. پس اینطور، یعنی تو بابو جان از مفید خان
خان دعوت کردی که پیش ما بمونه. اشکال نداره، قدمش روی چشم. پس باید هرچه سریعتر ترتیب یه بهبودی بدی با دوست جدیدمون رو به اهالی مزرعه معرفی کنی، چطوره؟ خب مفید خان، به مزرعه ما خیلی خوش اومدی. بابو برای ما تعریف کرده که چطور تمام تروپا رو تنهایی برداشت کردی. ای بابا، کاری نکردم. شما سابقه نگهبانی هم دارین؟ به نظرم با این صحبتی که شد، نگهبانی نباید کار زیاد سختی برای شما باشه. البته کار راحتی هم نیست. اتفاقا من مدتی هم نگهبان یه مزرعه، یه استبل و چندین انبار بودم و تجربه کافی تو این زمینه دارم. نگفتم از اول معلوم بود که مفید خواهد تو این کارا هم سررشته داره هم مفیده. آخه با این هیکل دیگه کی میتونه به فکر سرقت بیفته؟ آخه خیالم راحت شد. مدت ها بود که میخواستم تقاضای مرخصی بکنم تا بتونم به خودم و کارهای شخصیم برسم. ببخشید، کدوم کارای شخصی منظورت داد؟ مراقبت و تربیت پونه عزیزیگه. البته میدونم این کار هر دوی ماست، ولی اینطوری من بیشتر میتونم وقت بذارم. بازم شروع شد. به من همینطوری هم بندسی کافی رسیدگی میشه. البته منم میتونم چیزای زیادی از آقای مفید خان یاد بگیرم. خوشحال میشم گربه کوچولو، البته اگه چیزی برای یاد دادن داشته باشم. بفرما تروب بزن مفید خان. به نظر من که خیلی خوب میشد اگه مفید خان قبول میکرد و برای همیشه پیش ما بیبود. سپاسگزارم ببوی مهربان، ولی با اینکه از بودن در کنار شما بسیار خوشحالم، اما سفر کردن تو خون منه و این طوریه که من چیزای زیادی یاد میگیرم. آفرین مفید خان. ببو واقعا که ایشون حرف درستی میزنه و ما نباید مانع زندگی طبیعیشون بشیم. منم موافقم مفید جان راست میگه. خود منم یه بار به مزرعه دوستم رفتم، اونجا با روشهای جدید کشاورزی آشنا شدم. ابا اسبی خان، شما که همیشه تو سفر نبودی، به نظر من که مفید خان اونقدر تجربه کسب کرده که حالا اگه یه مدت کوتاهی پیش ما بمونه اتفاقی نمیفته. آره مفید خان، پیش ما بمونم خیلی چیزا میخوام ازت یاد بگیرم. دخترم حالا آبروریزی نکن دیگه بابایی، ما خودمونم میتونیم بهت آموزش بدیم. آره بابایی، اصرار نکن، شاید ایشون نخواد بمونه. خیلی خوب، حالا که شما اینقدر دوستان مهربونی هستید و اصرار میکنید، من در برابر این همه محبت سر تعظیم فرود میارم. من برای مدتی اینجا میمونم. آخ جون، ممنونم مفید خواهد، چقدر خوبه. فقط من چون از مسافرت طولانی آمدم و توی مزرعه‌ام خیلی کار کردم، خسته شدم و احتیاج به استراحت دارم. من الان جای شما رو توی طویله درست میکنم مفید خواهد. احتیاجی نیست، خودم این کار رو انجام میدن. فعلا با اجازه. واقعا که شانس بزرگی آوردیم که سر و کله این مفید خان پیدا شد. بعد دیگه خیالم بابت کارهای مزرعه راحت. راستی ببو جان، فکر غذای این مهمون جدیدم که کردی چطور از میخوا؟ آخه میدونی که گاوا 4 تا معده دارن. 4 تا معده دارن؟ یعنی اندازه 4 نفر میخوره؟ آره، اونم 4 نفر پرخور. البته یه مورد دیگه هم هست، اونم اینه که ما این آقای مفید خانو درست نمیشناسیم و از اخلاقش بیخبریم. یه غریبه با 4 تا معده، به عبارت میشه 4 تا غریبه و یعنی مراقبت بیشتر و کار بیشتر. ای بابا، ما رو بگو که فکر کردیم با وجود این مفید خان میتونیم یکم بیشتر استراحت کنیم و به خودمون برسیم. انگار از همون اولم فکر اشتباهی بوده. شقاقل ببین چه فکرهایی بیکنی. بعد میدونم همه ای رو از روی حسادته، آخه اون کارهای زیادی بلد و تجارب زیادی هم کرده. نه آفرین، این مفید خان دیگه چه سحرخیزیه، قبل از من بلند شده تازه همه جارم جارو کرده. سلام مفید خان، صبح بخیر. سلام ببو جان، صبح بخیر. دیشب خوب خوابیدی؟ آره خیلی ممنون. میبینم هنوز صبح نشده کارو شروع کردی. خسته نباشی واقعا. حالا که داری زحمت میکشی، حصار پشت مزرعه احتیاج به تعبیرات داره. چه زحمتی ببو جان، اتفاقا میخواستم بپرسم کار دیگه ایم هست یا نه که خودت گفتی. باشه، همین الان میرم سر وقتش.
این گنده بخت دیگه از کجا اومده؟ داره چی کار میکنه؟ اه؟ ببین داره حصار مزرعه رو تعمیر میکنه؟ اوهای غریبه، داری چی کار میکنی؟ برای چی اون حصار رو تعمیر میکنی؟ اون راه ورود من به مزرعه است. اصلا چی گفتی بهش دست بزنی؟ ببو گفته دوستم، اصلا تو کی هستی که دخالت میکنی؟ اگه میخوای بیای تو از در مزرعه بیا. خب اه؟ حالا چرا عصبانی میشی؟ من سمنو هستم، روباه باهوش و تنهای جنگل. سلام، منم مفید هستم، تازه به این مزرعه اومدم، دارم به دوستام تو کارهای مزرعه کمک میکنم. چرا؟ مگه در عوض چیزی بهت میدن؟ گفتم که دارم کمک میکنم. خب من عوض اهالی این مزرعه ازت تشکر میکنم. این لطفی که تو بی چشم داشت در حق اونا میکنی واقعا جای تشکر داره. منظور چیه؟ اونا حیوانای مهربونی هستن. بله، اما از قدیم گفتن که سلام گرگ بی تمنیست. چی؟ گرگ کجاست؟ مگه اینجا گرگ داره؟ آخ که چقدر تو ساده ای، این که ضرب المثل جانم. ببین من اول مثل تو فکر میکردم، هر کاری انجام میدادم تا دوستمو خوشحال کنم. چی شما؟ بله، من از درست کردن این مزرعه شروع کردم تا سرپا کردن این حصار و شخم زدن زمین و کشت محصول. یعنی همه این مزرعه کار شماست؟ پس اون طرف دیوار چی کار میکنی؟ تعریف از خود نباشه، ولی چه کنم که مهربانی و لطف تو و حس نودوست دید منو یاد تلاش های خودم برای ساخت این مزرعه انداخت. اما افسوس که در یک لحظه همه چیز از بین رفت و اهالی بعد از همه این خوبی ها که در حقشون کردن منو از مزرعه و خونم بیرون انداختن. هیچ وقت فکر نمی کردم که اهالی این مزرعه اینقدر ناسپاس و ظالم باشن و چنین بیرحمی در حق یه روباه بیچاره روا کنن. خوشحالم که بالاخره یکی پیدا شد به حرفای من رنج کشیده گوش کنه. هرچند باور کردنش هنوزم برام یکم مشکله. حق داری، برای منم اوائل مشکل بود، اما بعد از اینکه فهمیدم اونا پشت سرم چطور منو مسخره میکنن و به ریشم میخندن، دیگه جای شکی برام باقی نمون. نکنه منم مسخره میکنن، ولی من اجازه نمیدم هیچ کس بهم بخنده یا ازم سوء استفاده کنه. بله حق با شماست. حالا نشونشو میدم با کی طرفم. وقتی دیدم صبح به این زودی قبل از خروسخون بیدار شده و مشغول کار، خیلی ازش خوشم اومد. از حرفای خودم پشیمون شدم. فکرشو بکنی، کارهایی که با ظرف یه سال طول میدیم تو انجام بدیم، اون یه ماهه و شاید یه روزه بتونه انجام بده. حالا دیگه یکم اغراق نمی کنی ببو، هر کس یه حدی توانایی داره. نه مفید خواه. سلام مفید خواه، چه خوب شد اومدی، همین الان ذکر خیرت بود. راستی من برات یه کلاه قشنگ بافتم تا سرت بذاری. بیا. پس درست فکر کردم، شما میخواین سر من کلاه بذارین. چی شده مفید خواه، چرا قاب زدی؟ شما حیوانای هیلگر از من کار کشیدید و دنبال سوء استفاده از حس نادوستیه من بودید. آقای مفید، برای چی داری مزرعه رو از بین میبری؟ چی تو رو عصبانی کرده؟ من اجازه نمیدم جواب خوبیای منو مثل خوبیای سمنوی معصوم با بدی بده. بله سمنوی معصوم، پس بگو. حتما سمنوی هیلگر چیزی گفته و تو رو با دروغش فریب داده. بله اون فریبکار نیست، شماها فریبکار هستید که از سادگی ما حیوانات ساده سوء استفاده میکنید. ببینم این حرفا رو سمنو بهت گفته یا خودت هم دربارش پرس و جو کردی؟ منظورت چیه؟ اون روباه بیچاره برام از سنگدلیای شما و بیرون کردنش از مزرعه، اونم بعد از اون همه خوبی و برپا کردن این مزرعه تعریف کرده، حالا وقت جواب پس دادن شماست. پس معلوم شد قضیه از چه قراره. اون روباه یه هیلگر مفید خواهد، اونجور فریب داده تا برای ما دردسر درست کنه. فکر نمی‌کردم اینقدر ساده باشی مفید خواهد. اما اون چرا باید این دروغا رو بگه؟ من که باور نمی کنم.
ببینی گاوی نادونه چموش چه به سر این مزرعه آورده. آخ که واقعا حقتونه، تا شما باشید با من دشمنی نکنید. ای روباه مرموز، از اولم میدونستم همش تقصیر توه. بله، یعنی همه اون حرفات دروغ بود روباه؟ معلومه که دروغ بود، یعنی اگه راستشو میگفتم الان نتیجهش این بود. تو چه ساده ای گاوی ندون، یعنی آقای گاوی محترم. صبر کن ببینم، من خیلی عصبانی میشم وقتی میفهمم یکی میخواست از من سوء استفاده کنه. دستت درد نکنه مفید خان، واقعا که از اولش هم بهتر شد. حالا راست راستی میخوای بری؟ آره بهتره من زودتر اینجا رو ترک کنم ببوی مهربان. من از اینکه زود قضاوت و نتیجه گیری اشتباه کردم شرمندم. حالا امیدوارم از این ماجرا درس گرفته باشی مفید خان، ولی در هر صورت هر بارم که برگردیم ما خوشحال میشیم که میزبانت باشیم، به شرط اینکه عصبانی نشی. بله، میمون عصبانی خیلی خطرناکه. خیالتون راحت باشه. بله بچه، این ماجرا به پایان رسید. تا یه داستان دیگه، خدا نگهدار.